خب برای بله عکس هر شدی فقط بخاطر عکس دختر <تصفحen> <تصفحen> کلیک کردین دختر آقا این بده ایشون من خواهش کردم که بیاد اینجا و اینجا بوده بوده خیلی خوبه و منم ندیده یعنی اینجا بوده با بوده مهمون به وای فای خونه وز شدم میا. خوب از اون فهمیدی از آدرس و لوکیشن yeah, و در رو yeah, و هیچ yeah, متوجه نشدی های بیبی های پاشا سلام میای یه سلام بکنی کم کم سو آقا ترین پسر دنیا واقعا بهترین سلام من پاشام که الان برابرکس همه میدونن شما پاشه شم بگو از کجا اومدی و حتما بگو بچه ها لطفا سابسکرایب و کامنتیاتون نره از تکموندو اومدم من بدم بلی برن لطفا سابسکرایب کنین دیگه خیلی نامردی نکنید دیگه به خاطر این بکنین من که میدونم دوست نداریم ولی خب درمتیم آقا امروز یکی <تصفح> آقا باشه جوی یه بوس بده برو جون آی لوف یو آی لوف یو من تو رو دوست دارم خیلی جواب آی لوف اینه که من تو رو دوست دارم واقعا بچه عجیبه خیلی آقا توی خیلی کلاسش عوض. یه ویدیو دارم اتفاقا الان میدم تو همینجا بذار ببینینش حتی نه بذار بگم اول چیه که بعد ببینین توی کلاس چند تا بچه رو میبینین همه دارن چیز میکنن همه دارن نشستن مثل بچه ها دیگه. از پاشه بزرگتر و کوچکتر هم وجود داره تنها کسی که نشسته تکونه میخوره فقط داره چشوشش معلم نگاه میکنه و گوش میده پاشه بقیه همه یه تکونه میخورن لش میکنه که مثلا خوابیدی زمین فارسی چیزه دیگه هنوز برایش هنوز سخته الان روسیش کرد همه بهتره دوم چیز نمیرون خوب همه چیه چون محبتی دوستان بچه هستن بگیر من خیلی تکون میخورم این طریق هم مطمئن باش ماهی میمونم بچه هستن واسه ماهی هم اومدن ماهی نمیده خیلی سر میخوره همون که خودتون دوی هست میزنید امروز پوشیدم بگم داستانه چی همه میخوام ببرن تو استخر داشتیم صحبت میکردیم آخر وقتی که شازیزی تشریف رو اینجا شازیزی هستم شازیزی که اومد من وسط یه دونه ویدیو بودم بعد شازیزی رفت تو اتاق با, با النا و موموکو بعد که من رفتم بالا موقعش که با این بریم استخر گفتم با کی گفت با این بریم استخ نام اسم این چیه اسم شد شزیزی بعد گفتش خب گفت با این بریم استخ بعد تو استخ این توی اون تو همچی که داشت باش رفت نکنم مامو کن من همین که بریم تو استخ دیگه من ها رو قبول دارم و برو بریم بقیه همش با تو هر کاری تون تو ما من هم بعد اومدی تو چیز قرارم که شد بریم تو استخ چرا خلاصه اگه بچه ریکوست میدیم به تو استخ کامنت بزنیم استخ خب آقا من این اپیزود میخوام راجبه به چیز رو صحبت کنم به من میگن که من زن ستیزم ولی خدای من زن ستیز نیستم من فقط نگاه میکنم چیزی که میبینم و سعی میکنم زر بزنم میتونم. دوست داری نظر تو بگی کلا خوبه میگی خوبه آره دیگه میگن اصلا همه ویدیو میاد اینجا نوشتن نوشتن بگو آقا ما اپینی <تصفح> 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 چون یادم میاد بعد همه میگن که مثلا میگه کوس کش مثلا میگم فکر کنم بعد 12 ساعت یا 14 ساعت به بعد غذا نخوری بعد میره تو تمیز کردن خودش بعد یهو زده خوشش 10 ساعت میفته تو نمیدونی زر نزن میگم من که نگادم دکترم دارم تو دیدم دارم یه میگم قشنگ معلومه میگم یه چیز نه کسی میخواد برای یه زحمتی بکشه دیگه درسته ولی در تاقو من هر زر اینجا میذارم نظر من اگه ناراحتین به تو ولی خب نظر من دیگه این ناراحت نباشه برای چی اینجا من که نظر ما رو بدونی آره حالا من میگم میگم من زن تیزی و من یه ایده دارم چند روز پیش بهتم گفتم حالا دو تکرار میکنم بچه ها. به نظر من خانوما خیلی بیشتر به آقا احتیاج دارن تا آقاها به خانوما و دلیلش چیه خانوما اگر از هم جداشن دو تا شهر بشن یکیشون فقط خانم باشه یکیشون آقا باشه بعد از یه تایمی حالا ده سال تا صد سال این آقا ها حمله میکنن به این خانوما و خانوما رو میگیرن چرا چون یه بچه 14 15 ساله پسر میتونه یه خانم سی 35 ساله رو تیکه پاره کنه و میکنه پس برای همین اگر از هم جدا بشیم بعد از یه فاصله خیلی کوتاهی تمام خانوما یا جیجی جی میشن یا برده میشن یا کشته میشن همین سه تا حالت میمونه و تنها دلیلی که الان یه آدم به یه مرد حمله میکنه خانم شازیزی و حمله کنه بخاطر یه پسر بغلشه یه همچین آدیایی هست توی شهرها نمیشه واسه این مرد داره زن رو پروتکت میکنه ولی زن مرد رو پروتکت نمیکنه واسه همین تکنیکلی اگه تو بخوای بشی بشی هیونی بشی نا کنی خیلی خانم‌ها بیشتر به ما احتیاج دارن چون اگر ما تنها بشیم همین گوی هستیم که هستیم چون ما دقیقا همین گوی هستیم که هستیم ولی خانم ها پروتکشن میگیرن از گوه ما و خیلی به من میگن تو زن ستیزی نمیدونم حرفای بعد جو زن میزنی میخوای شبیه اندروتیت بشی میگم بابا مثلا این جنسش من حرفای خودم رو میزنم من زن زنستی نه زنستیزی زنستی یعنی چی؟ خواستم این بچه ها شوز خوبی شو این خدا دیدین گفتم من زن ستیز نیستم آخه نسیم هم اومد به نسیم هم گفتم هم نسیم من نسیم گفت نه شما دختر هم مثلا کلن کرمکون دارین کرم میریزین اذیت میکنین مثلا خوده یا اگه به بگم یه کاری من دوست دارم بکن اون کار رو شروع میکنه کردن خب دقیقاً نه فهمم آره دیگه هرس تو دارم کلا دوست داریم که ببین تو اون متخاوی که تو همونجا بودی ما موقع به دافرا چیزات. چیز من گفتم که من چراغ داریم چراغم هم یکی از روز اولی که اونجا بودیم بعد یه روز نمیدونم چرا که من خیلی نور دوست دارم فهمی که او من چراغ رو همیشه روشن میکنم از اون روز میگه من تاریکی دوست دارم بعد من میام خب پس ما چرا چهار سال اول دوستیمون این داستان نبود چه جوری این علاقه اینجوری و کش شده انقدرم قویه آره. دیگه هر وقت رو تو بیای تو ما چرا خاموشه مثلا بعضی من هفت شب میگم من تاریکی دیگه نمیبینم اوکی الان روشن دیوونه شدی چه اتفاقی داره میفته عادت کرده فقط چون که آره. من چراغ دوست دارم نورانی باشه حال میکنم. کنم روز خوشی مثلا کلا دستگی داره هرسم گرفته باشه یا نه مگه بیشتر هر هرسامین گرفته باشه بیشتر هرس در <تصحة> اگه <تصحة> <تصح> <تصح> راضی باشیم سعی میکنیم بهت کامفورت زون <زومتش> آفرین من, من دقیقا اینو میبینم میبینی آره. این مسلسلی که همیشه داره تیر میزنه دقیقا همیشه آماده ایم نه اصلا داره میزنه آره همیشه, میزنه همیشه. <تصحة> ب... فقط بعد سعی کنی به تو نخوره آره آفرین خب ولی ما اینجوری نیستیم مثلا مگه بفهمم شما ساده این شما ساده این متاسفانه ساده ترین کاش یه خود از این دختره بودی که الان چیزای اونوری میگفت یه خود میخندیم تو از این دختر عاقله به درد کار نمیخوره آره بابا همین بد بود الان یه سری آدم به من میگه دیدی گفتی فلان آره. نه به خدا میگم من هر وقت من میگم همیشه همیشه منظورم 90 درصد خوابیسی 10 درصد جامعه حالا بین یک تا 10 درصد متفاوت همه تو همه جور درست. ولی من دارم راجع اکثریت صحبت میکنم مثلا پسرا توی مثلا کلا آن هپی ام من وقتی میبینمشون با دوست پسراشون آره. میام دوست دخترم به وجود میاد یکم خانما خودشون خودشونو ول میدن متاسفانه بعد نه از اون از که ببین هم میتونه باشه قبول اون قبول ببین من با ول دادن اوکی ام خب چون یه پارتی از زندگی خب ولی خب خانم من خودش الان که میبینی دو تو بچه سیکس پک داره آره او اون که اصلا عالیه او اون ورش هم دیدم اون ورش هم دیدم آره الان ولی خب بهتر شده آدم خیلی ایرانی ها بهونه میکردن واسه یک سال هرچی دلشون میخواست میخوردن چون گفت میگفت آره. چی میگن هوا دارم نه نبب... و

موموکا رو حامل بود من رفتم ریسرچ کردم بعد زده بود مادر بعد 300 کالری اضافه بخوره روزی مرسد. که میشه یه نوشابه من که حالا ولی می‌بینی که تو هم... الان عادی 5 تا بچه می‌نوشی من الان خیلی غذا نخوردیم هنوز آره ولی من خیلی خوردم بالا همینجوری هم آره اون تقصیر منه من بالا غذا نه اون تقصیر منه آخه من گفتم نهار بیا اینجا مرسد. بعد تو که انداختی عقب من فکر کردم یه تو داری میدیش عقب من بلا نگفتم نهار درست کنه نه من اومدم بعد دوبی هم بهت دادم بعد دیگه اون تقصیر منه بعد از این اپیزود میبرم توی چی خوردم حالا میبرم تو میبرم تو کمد اون چه Can't wait. <laughs> I'll let you guys know <laughs> خلاصه میگم آقا من به نظرم دختر امروزی خیلی غیر عادی شدن آسون مثلا... تر شده همه چیز خیلی نه ببین نگه آسون تر شده خانوم ها آسون تر شده واسه پسرها خیلی بدتر شد چون ببین یه دونه که من بزرگ شدم دو خواستم مساوی نبود آره مرد سالاری بود از هر ده تا بابا نه تا مامان شام مثلا خودش به کتک ولی من بزنه. هنوز که هنوز اونو رو بیشتر دوستم احساس میکنم مردا لطیف تر مردا دارن جای دارن برعکس میشه دارن خب نه ازم خواسته میشه. شده خب ما نیچرمون نیست ما هممون وحشیم خب دقیقاً خانوما هم ولی بعد وحشیان تازه دارن نه خانوما نیچرشون وحشیه مردام نیچرشون وحشیه آفرین بعد مردا چون وحشی ترن خانوم ها رو گفته بودن که خب آقا ما وحشی داریم که کام داون دیگه درسته خانوم ها گفتن آقا نه دیگه شما وحشی نباشین حالا ما از داریم از وحشی ترین خانوم ها میاییم پایین و خانوم ها دارن اذیت میکنن خب من میبینم مثلا من مقتی میرم بیرون مثلا ما بوکر میزنیم خب درسته. بعد مثلا ده تا پسر میان که دوست دختر دارن همشون وقتی زنگ تلفشون دارن <applause> خب ولی مثلا من وقتی النا زنگ میزنه من کاملا خوشم چون النا اگه من برم پوکر امکان به من زنگ بزنه خب ببین همین به تایم پسر رو احترام میذارم مثلا بعد وقتی که میدونه بت اسپیس رو بدن میدونی چی میگه؟ راست میگی تک چون تک زنگ, زنگ نمیدن آره به خاطر اینکه وقتی می اون میگه پوکر احتمالاً اون اعتمادو جذب نکردن هنوز دخترها از طریق رو. بهشون اعتماد ندارن برای همین فکر میکنن مثلا پسری که پوکر ولی اون اون زن کمک خب آره دقیقا اصلا بعد اون اسپیس رو بدن مثلا پسر میگه پوکر اوبیسلی دون کال ولی خب دختر این کارو میکنن نه اصلا مریض بابا احترام نمیذارن همین دیگه برای همین پسرا کلافه میشن پسرام تا این مدت میتونن این کنترل و فشار رو تحمل کنن بعد دیگه خیلی الان تا آخر عمرم میکنم آره میکنم. توی خونه آن هپی آره. میدون تو دلشون آن ولی آره. مثلا ولی میرن ازدواج میکنن آره چون همه یه دونه کتاب بهشون فروخته شده که مثلا هپینس یعنی این و این آره افراح... دقیقا اون رولا دارن جلو میرن ولی اینن... بخدا نه اونجوری هم <applause> این نه دانیا... هم خوبه <applause> آره دنیا خوبه ه... هر جوری آره. که هستی میدونی آره. من وقتی با النا حکاب کردم قرار نبود که اصلا من زن بگیرم داره. یا اصلا دوست دخترش باشم من عهد کرده بودم که تا چند سال آینده طرف دختر نمیرم اینجوری. هر وقت این اتفاق میفته اینو میگی همون موقع آره یه اتفاق یه رفیق باید 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 دارم. دارم همیشه بهش میگم آدم احمقیه ولی اینجا بهش میگم آدم باهوشیه یه روز من زنگ زد گفتش که دادا تو هر انی اومده رو دیت کردی حالا یه دختر خوب من تو زندگیت میگی میخوام سینگل باشم کس خوری کاملا <تصف> بعد دیدم راست میگه بعد دو تا شب النا زنگ زدم گفتم که مثلا شب داشتم اتفاقا پوکر داشتم می‌رفتم گفتم دارم دو میام پوکر اپوکر که برگردم میام خونه میخوام باهات حرف بزنم بعد النا فکر می‌کنه میخوام باش بر... چیزی که اون به من میگه میگه فکر می‌کنه باش بریکاپ کنم آره دیگه معمولا اینو میگی دختره خب مثلا آره فکر می‌کنه خودش بریکاپ کنم بعد میگه تمام شب استرس داشتم نرسیدم میگم <تصفح> <تصفح> مثلا قیافش داغون ناراحت میگم چی شده میگه خب بگو چی شده میگم که مثلا من نمیخوام دیگه مثلا با هم فقط شنبول بادی باشی <applause> بوم چیکی بوم بادی باشین شکر نکم بوم بوم <تصفيق> <تصفيق> بخوام بخوام دوست سخر باشی بعد یه پرید بغلم هم کرد خودشا شد و من مثل پاش خوابی دهدم. گریه کردم آره خیلی جالب بود آزیزم. و حالا این داستان فاک بادیه که گفتم یه داستان دیگه هم یادم بعد تعریف کنم خنده داره رفتیم یه ماشین بخریم بعد فکر کنم آسان... اصلا نمیدونم کنون ماشین بعد من چون حس ندارم هوا گرمه رفتم بیرون واسطه بودم بلنا گفتم که همه پیپر ورک رو النا انجام بده تو همه چی رو بنده دیگه... خود و همش آره. معلومه این کارا رو ولی آخه اون مثلا گرمش نمیشه اون مثلا میشه تو لاغره من چون چاغا آره. میرم بیرون فاکین گرم تو گرم میشه میرم بیرون خنک گفتم همه چی بعد ولی قسمت پولو از چک منو داده بودم که حساب من در بیاد بیرون بعد چون که این اتفاق میفته یه دونه کاغذ دیگر رو من بعد حالا بالاخره برفتم و توی تو یک سفر پر کنم که چرا من میخوام پول این پتیارا رو, رو بدم <applause> بعد گفتم که خیلی خوب دیگه <applause> رفتم اونجا نوشتم اصلا و اقتصادی بعد بعد زده ریلیشنشیپ نسبت به طرفی که داره ماشین رو میخره بعد نوشتم فاک بایدی <تصفيق> <تصفيق> میشم بودی می کنه و... این کارو با نه نوشتم چون دکترم که میرم مثلا نوشتم سیکس نوشتم یس اوکی یس پلیز بعد توی چیزم زنم زنم فاک بودی و امضا کردم و دارم دست یارو <laughs> یارو هم که دیگه نمیخون دیگه دارم دو گوشتی اونا فرستاد بانک بعد فرفتیم ماشین رو پیکاپ بکنیم یارو منجر رو چیز مگفش که چون یه ایرانی بود گفتش که صبح ده تا چرا گفتش که صبح بانک زنگ زدن که ما اینو نمیتونیم اپروف کنیم چیز قانونی دولتی فاک بادی یعنی چی بعد میگه منم با یاروز بحث کنم که این کسی که ماشین رو خریده گرونترین ماشین لاتو خریده من نمیخوام این اتفاقو بهش بدم که بگه خب امضا نمیکنم <تصفح> بعد کانترکت <تصفح> از من میره جون مادرت کون دیگه <تصفح> <تصفح> گفت واسه همین تو فکر میکنم اولین آدمی هستی که چیز فاکبادی رو توی داکیومنت دولتی داری تو ربت. واقعا این کارا رو میکنه واقعا هستی همچین آدمی خوبه خیلی خوبه, حالا. خوبه. اعتماد به نفس جالبیه آخه نمیخونن Nobody is anything. همه فقط آره. میخوان مهره بزنن برن خود ولی جالب میشه اصلا کلا اون یارو هم الان ببینه میخنده تا والا میده میره دیگه رفت دیگه آره بعد دیگه. دیگه. فقط یه بار شروع شد دیگه آره نه یه بار یه خانم دکتر اون فهمید زده بودم حامله هم بعد مثلا یه صفحه کاملا راجع حامله بودم همه رو پر کرده بودم مثلا صبح با میکنم شبه درد میکنه همه چی نوشته بودم سینگل مام همه چی بعد دیگه اون که اومد تو اومد گفتش که تا در گفتش که برات یه خبر بد دارم و گفتم بعد گفتم مثلا تو که اصلا من نهیدی چی؟ گفت تو حامله نیستی <applause> گفتم فقط چاق هم؟ من گفتم نه این تنها باری که یه دکتر خوند و با ما کردی چرا خوبه اینجوری باید میان جلو آره چون معمولاً یا آدم ها میگن که او این یارو از این کسخوماس خواهست نمیخوام با هم دیل کنن آره یا اصلا ببین من یه دفعه اصلا بهشون برم خوره یه بریزه من جنس میموردم آمریکا هفته سه روز خب چی جوهر پرینتر خب من بگم جنس من پابلو اسکوبار نه اونو که نمیگم اینجا من از کجا جنس میگه میبارم اصلا من مال تو رو بیشتر دوست دارم جنس میباردم امریکا بعد جوهر رو فراموش کنین جنس بعد داشتم میباردم بعد توی مرز من همیشه چون کم میدادم دیر میرسیدم خب واسه این باید سریع میرفتم و خیلی مهم بود که یارو چقدر باهات حرف میزنه و گیر آره. میدن به تو اینا و تو نمیدونی بفهمی داستان چیه یه روز یارو گیر میده یه روز میگه بزن به آره قیو آره آره. من آقا چه جوری موضوع رو حل کنم که اینا دیگه <تصفح> من گیر ندن و یه یارو بود بودی؟ آره داگر. یه یارو بود آفیسر خیلی حرف میزد آره. حرف من میگم چطوری شنیدی مثلا این اینجوری شو جاستن تو این کار کرد بوش این کار کرد شروع کرد رفتن توی تاریخ و هزار <تصفح> و من خوش شما این چون وقت میگایید اینکه این که فقط سرم میخوام پایین حرف نمیزنم که یارو پرش و پرش میخود میدونی گاییدته آره. هیچ چیه که فقط مهرا رو بزنه من برم و یه از این چراغای روشن شد گفتم خب همین کار خودت بکن <laughs> خودم شروع که هر وقتم توی مرز فقط وقتی که وقتم طرف نشه یک زب با یارو حرف می‌زدم بعد از یه ماه یه دونه از این آفیسا دیگه تو من نگاه نمی‌کرد تا می‌رسیدم رو می‌گرفت تق 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 بعد یه چیزی هم به اون یکی اینو امضا می‌کنم میداد به من گفت برو 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 <applause> چون می می‌دونم اینا که گفت یه رو <applause> بزنه <تصفيق> بزنه گوشیش می‌خوام برم غذا بخورم بده <applause> بعد ببین دیگه میرسی یا نعمت میزدن و سی ثانیه رد میکردم اینقدر حال دستن خیلی جالب بود که چطوری ببینید چون یکی اونان داشت خواهر منو میگوید کنم خب. من, من چی کار کنم من دقیقا همین کار میکنم فقط جست فاکی بوش همین آره کسی رو میگفتم بیا بعد دیگه بعد میتونستی جنس هم با خودت دیگه دیگه اصلا جنسش هم میبردم آره من با آیدیه تو حال کردم نه اگه من جنس نسیم که خیلی میتونستی موفق باشی آره <ده> من, من دوتا کار به هم آفر شد نکردم <تبار> یکی این بود که مواد بفروشم <تبار> نگفتم نه و پشیمونم آقا هیچ اپرتونیتی رو تو زندگی تو نه نگیم من نمیگم چیکار بکنیم ما زندگی تو ولی اپرتونیتی رو بچسین من میگفتم نمیخوام بچم بزرگ شه بگه بابا مثلا مواد میفروخت تخم <تصوار> الان همه دارم میفروشم <تصوار> یکی یه دفعه میتونستم چیز بشم ام... چند تا دختر چند تا دختری که خراب نه خراب نه مثلا پارتی کنن بهشون بدی بفروشن نه 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 اون تموم شد آیده فرموش کنید آیده شد آره اون تموم شد یکی بود که من بفروشم تموم شد یکی دیگه, دیگه بود آیده بعدی که پشیمونم نکردم یه دختری بود که من بهش گفتم که آقا تو بیا برو چیز بشو ببین اینجا توی کانادا تا سال 2015 یا 17 من نمیدم دوباره نه نگاه های <applause> توی ده سال گذشته از ده سال گذشته به قبل جیجی جی بودن آزاد بوده تو ونکوور خب اصلا مردم میونن ونکوور که دختر بلند کنن درسته نون یا روز شوهر جنفر جنفر لوپز رو تو ونکوور گرفته بودن به خاطر همین دیگه چون اینجا آه. آزاد بود میمان اینجا اشغال میکردم جاستن تورد رو ممنوش کرد همین چند سال پیش چند تا جا هستن که الان بازن مم. و چون قبلا این اجازه رو گرفتن جیجی جی خونه رسمی دولت okay. آخر سال میام <laughs> و انقدر بچه ها زحمت کشیدن پول آوردن از این زحمت زیاد که علاقه دارم بدونن که میدونم همتون تک تک ساعتی 300 دلاره بعد خانم رئیس 240 میبره به اون بعد وقتی که داره کار میکنه 60 دلار میده خواستم بدونیم خلاصه که تیپ بدید <applause> من یه دختری بود بند خدا عاشق بومچیکی بوم بود بعد میرفت میداد دو هفته گریه میکرد چون پسر دو درش میکرد فلان می که قلب اینو میشکون میرفت بین اون میگفت و این هم من دوستم دختر خوب شما جیجی جی هستی علاقه داری به این کار هر کم میری میدی میری نبهد خب چرا نمیری پول بگیری بدی هم پولشو داری میگیری هم کسی دیگه... نمیری نبهد هم میشی آره. همه مشکلات هر میشه چه داری این کار میکنی بعد بهش برخورد و گفت من جیجی نیستم این چه حرفی میزنی کس کشی بی طبیعت گفتم که عزیزم شما واسه من دیسکرایب کن فکر کن من یه ایلین هم اینجا تو به من بگو جنده یعنی چی بعد دو خرس سه چهار روز بعد به من تلفن زد گفت سهیل من جنده هر دری رفته بود دیده بود خودشه خب بعد گفتش بعد رفت و یه جای رسمی شوکه کار کردن واسه همین من اینجوری یه آدمی که تو این بیزنس هستش میشناسم درسته این روز ما به من گفتش که آقا ما خسته شدیم این پتیر 300 میبره 260 شو 240 شو خوش برمی داره 60 شو میده به ما یا 40 شو میده به ما هره. چیز کنیم ما سه تا دختریم میخوایم بیایم بیرون چهار تا اتاق بغل هم تو یه دونه هتل اجاره میکنیم هره. تو بیا اتاق وسطی بشین فیلم بذار و دوبی بزن و هر چی میخوای سفارش بده رو ما ما این وره اون میدیم اگه کسی چیزی یه جیغ میزنیم تو درو باز کن میدی تو وسط هم بازه بعد آخر روزم مثلا 30 درصد درآمد اونو میدیم به تو من منم بیکار بودم اون موقع یعنی بیزنس هم همین مثلا یه 8 سال 9 سال پیش بعد گفتم که نه نمیخوام تو رزومم باشه که پیمپ پیم بودم ولی الان خیلی دلم میخواد تو سر خاطرات تعریف میکردم الان میگفتی پیمپ بودم یا زن اصلا چه اتفاقی که وجود نمیافتاد ولی چرا بال میشد همیشه همینه دیگه الان دیگه میتونی الان هم یه دختر الان مثلا دکتر شده پیشرفت از همین دیگه همه میدن درس بخونه این چیزا میتونه به خوبم بکشونت نه خیلی حال میداد اونجا بعد پیمنت هم خوب بود اگه دو مثلا پولش لازم داشت خب من جوری دیگه پیمنت میگیرم نرخ بازارم دستم بود خانم 60 بهت میشن یا 30 داشم کم کو آره قشنگ تو قشنگ اینجوری هستی که بتونی چی میگن نگوشیت کنیم آره واقعا تو زندگی همیشه همه چی همه چی ها. یعنی چاینیزا که بهت گفتن ایرانی ها فقط بلدن آره، تو چین بهم گفتن که ایرانی ها فقط چونه بزنن جنس چونه. نه جنس ارزون میخوان آره. بهترین سرویس سه صبح زنگ میزنه انتظار داره تلفن بدی بعد آره. بهش میگی جنس درجه یک دارم جنس متوسط دارم جنس تخمی دارم تخمی رو سفارش میده میگه کیفیتش هم باز بیار پایین تر که بتونم بکنم تو کونه مردم بعد میگه بشم آقا اینو بیارم پایین تر آب میشه تو روغن این کفگیره باید تو روغن بره از این درجه بعد بالاتر میشه میگه بابا کاس خارج اینجا اینانه مثلا کسی که اجازه ورود میده عمومه واقعا عموی هارون زاداش هم چک نمیکنه به خاطر اینکه مثلا چه یارو پسر بهش چوس مثال پول میده میاره بعد مادر بزرگ تو عموی جنابالی سرطان میگیره بعد همه هم ناراحت اون با هم داره تو کانادا بقیر من تو قایق عشق میکنه ست در کیرم تو واقعا یه آدم هایی که ایران رو دارن اینجوری باز بمیبنن واقعا منم موافقم حالا بعدم فشارم تو میتونی بگی کیر بابام کیر بابام هنیشه هر کیر بابایی میتونی استفاده داری آره دقیقا اینم هست یا مثلا میتونی بگی کیر سگی که ندارم اونجوری بگی ببین من همشه میگم کیر خرس بلینچان آکه او اوه اوه دیگه دیپه یعنی اصلا یه دقیقه میری خودت اصلا تو لباس ژاپنی تصور میکنی با شمشیر سامورایی میشم توفنگو که خوب میگیرم حالا دیگه حالا تو بالای خود توفنگ بازی کردی آره من نمیدونم چه فکر میگم الان چه کامنت هایی که ندارن بالا تو هم بازی کردی این تیر زدی پیو 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 دقیقاً الان کجاست خانوم Hello. Baby, we are hungry. Yeah. Thank you. I love her. She's so sweet. واقعا بمبه. خیلی زندگی خوبه یعنی خانواده خیلی باحال و خیلی نه واقعا و. تشکر میکنم. همه‌رم دیدید. مومو کو آره. خیلی همه باشه اصلا عجیبه یه چیز بچات فارسی بلدن به اصلا انگار ایرانی نیستن اصلا هیچ زای را... اوپس عجیبی <laughs> آره چیزی ولی هر روز النای پدستک باز هم کسخله خوش داره آره حالا من تازه چون اولین بار دیدم بشن. نه بقیه نمیبینن آره. فقط من میبینم وقتی زیر سخت میبینی ولی خودی خیلی کمه یعنی آره. چون من دوستا زیاد داشتم و این هم زیاد بودن درسته. خیلی کمتره ولی مثلا مگه میشه صفر بشه مثلا امکان نداره ولی خب همون منطقه هم واسه پسرا هست دیگه مطمئنم منم یه سری کاری توخیه اصیلی دارم آره. که خودم آره. مثلا نمیبینم مثلا خورپو و میکنم مثلا آره مثلا شاید یه حالتی خوش خوش بیشتر همش حواسش کو هست کلا مادر دیگه یعنی مادر دیگه. نه آخه من خیلی حواسم میشه حتی کوشر محسا میگم نه اصلا ولی مادرها کلا میدونی که مادرها بیشتر خب با بچه وقت میگذرونن ببین النا وقت بیشتر میذارونه ولی من بچه ها رو بیشتر تربیت میکنم میفهمم آره می, میگم؟ می برای همین بچه ها بیشتر هم میکنم یه چوره نه آره اصلا گوش بگم. نمیدم به آره تو خوش هم نیستنی چون دیگه خب تو مثلا برایشون رولز داری میدونی پاشا که به النا قرم میزنه آره مثلا <تصفح> ماشین روشن کرده بودش بعد چون اون ماشین من که روشن می‌کنی بعد بذار ببین سه تا 5 دقیقه گرم بشه و با پاشا جای میخواستیم بریم گوش روشن کردم من میگفت چرا نمی‌دیم گفتم چون این داستانه بعد النا اومد خونه شاکی میگفت آقا بچه‌ها دیگه اصلا ریسپکت واسه من ندارن به من میگه که تو بعد از این اون دیگه کنه ماشین گرم شه بذار برم خونه شب به بابا میگم ده تا سرویس کنه من به النا گفته بودم که اگر هی قور بزنی به پاشا صبح که خواب پا میشه اندام میکنه پاشا هم به تو قور بزنه ولی گوش نداد به حرف مثلا اینا رو میگم مثلا برای خیلی عجیبه النا میگه بذار بپرسم بچه هم که دارین نگاه میکنین لطفا یه کامنت جواب منو بدین توی که شما کدوم دست آدمایین من وقتی چیزی رو یاد میگیرم از فردا روش کار میکنم مثلا من گاز خونه روشن میذاشتم رو کم چون همیشه یه هیت خیلی مشی تو خونه میورد تو مغز من هم این بود که این بهترین سورس گرم کردن خونه است به خاطر اینکه زیرو ویس داره همه هیتش باید بیاد توی خونه خب این منطقه من بود بعد من که وقتی گاز روشن میزنی اون دودی که درست میکنه برای تنفس خیلی بده میتونه آسم بگیری oh. خب من از فردای اون روز خاموش کردم النام که داره پای آشپزی میکنه داد میزنم فن روشن کن که موقع آشپزی هم نزنه بس النام تنفس oh. کنه بعد الان میگه چطوری تو, تو مثلا هفت سال به من هر روز گفتی گاز روشن کن بعد از فردا صبح میگه کن خاموش کن چطوری این, این روز سویچ میکنی آره. می واسه من خیلی طبیعیه چون چیزی نمیدونی وقتی میفهمی و بفهمی دیگه. آره دیگه. چرا واسه آدم های جایی افتاده آره. داستان چیه من غیر نه 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 کاملا نرماله من هم اینجوری وقتی که یه کاری انجام میدم وقتی وقتش میفهمم که درسته سریع کارو عوض میکنم ولی سخت هم هست بخوایم به یکی هم هی بگیم عادت کنه یعنی تا اون آدم بخواد نه الان آدر... مثلا میگه من نیستم نیگه. میگه میگه به من بگو <تصفح> آره. چون میگه من مثلا تخمه نیست الان که خیلی من بعضی اون حسودی میکنم باحال با خیلی اصلا من باش یکم کردم قشنگ خیلی آنست و خیلی باحال جوابم میداد من خیلی, خیلی کردم باش بهش باقی... گفتم گفتم دلار یک ویدیوام که بیاد بیرون بهش که دلار فروختمت مثلا ساعتی 70 دلار بگو دیوونه من 250 میدم یعنی تو تخت دنیا خودمون دیگه دو نفری ها میشونید با همین جوری مثلا سکس میکنید چند نه در رو باز کردم بکنم تو اتاق نشسته بود رو تخت دفت کنم بیبی 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 از اینجا که حد <applause> <applause> <هتگو> کنم <applause> <applause> که گذاشت که نه دیوی سر که میدم در یک سر کیو کلو همینش خوبه که اینقدر با, بامده می گه. می گه. با, با شن. شن خیلی با آمده است اینقدر جوکای با آمده میگه من بهش همیشه میگم میگم تو به من میگی مثلا باید برم کامیدیان شدن توی خود و کامیدیان شدن خودش هم باید بیاد خیلی ببین با هم کولاک میکنی نه. نه اون بهتره ولی باهم بشینید مثلا یه پادکست بدید با همش اون که خیلی دوست دارم بکنم خیلی حال میده فکر میکنم مثلا چون میشناستت بعد اونم مثلا تو پوینت اون قسمته که مثلا حال میکنه با آره. کنه آره حوصله شو داره مثلا یه روز به برش اسپا قشنگ آره عیدتون مبارک عیدتون مبارک تموم شد نشو نشد هنوز که هفته دیگه. هفته آره دیگه همین این هفته بعد باشه, سیزده. باشه. سیزده میشه نه اینجا میشه 20 اینجا میشه کی 20 نه ما که سم پکو امروز که آخر ماه تموم شد اپریل داره باشه تو اپریل فکر کنم یک و دو اپریل باشه میخورم من اصلا کار ایرانی نمیکنم چیز نبودی؟ فرمات نرفته بودی؟ نه من اصلا نمیرم معمولا اینجور جا رو سعی میکنم چه باحال یه دختره رو دیدم اونجا شبیه تو بود بعد به گفتم اونها فکر میکنم این شزیزی که قراره ببینیم شیشونه گفتش که خب برو حرف بزن گفتم آخه نمیدونم خوشی. نم. اگه خوشی <تص> برم <brak> اونجا کس چه بگم چی میگید نه من نرفتم من فکر کنم خون... <تص> جمعه بود یا شنبه بود جمعه خونه بودم شنبه بیرون بودم شنبه رفته بودم یا ایونت دیگه بیشتر اینطوری بود دوپس 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 اینطوری آره اینجور جا میرم خیلی الان دادم پرسید که چند بار تا رفتی کلاب میخوام فکر کنم مثلا 500 بار گم اونم تو چی گفت هفت هفت بار رفته آره. کلا هفت بار رفته کلا آره. بعد <Es> <NBC1> تو 500 حالا <شایخ>. این سوال اینجوری از من نپرسید چون بپرسید نمیدونم واقعا بالا دیگه عدد بالا من 500 چیزی نیست 500 ساله من سه سال پارتی کردم این دقیقا من از 21 سالگی فکر کنم او نه تو دو هسته چهار هم رد بار کرده باشی آره 21 یا 20 من هفته سه بار میرفتم کلاب 23 بیست آره بعد <slept> چیگی خب ببینید از 19 سالگی من میرفتم دیگه مثلا هر هفته میرفتم تازه میتونستم برم پارتی کنم کلاب خوب بود خب آقا پس من نمیدونم چرا به من میگین زن من زن ستیز نیستم و امروز هم اون اون که دادم و کسی میتونه بحث کنه و من بحث کنه تو کامنت دیدین که من همه رو میخونم جواب میدم خدا اگه خانوم از من جدا بشن مردا حتما اگرم آیدیا این باشه که مرد از زن جدا بشن نمیشه دنیا جلو نمیره دلیل حمله به خانوما همون میشه که هم <applause> <applause> ما این زن لازم داریم که بزن آره. حالا که میگیریم به رو تمیز کن و داد داحت... میگی تو رو خدا میشه بدون که همه من رو فقط یکی من رو توی خونم باشم بعد میبینن که چرا تو خونه بودن خوب بوده آره. <applause> بعد که بهش تو خونه بعد سخت بطه... شده دیگه چون میم هم بعد مادر دو... ماد مثلا از بچه‌هاش میگه کار کنم بعد هم بعد بیرون, بیرون کار کن خیلی سخت آف شده آفرین این خیلی پوینت خوبی او... تو گفتی خیلی سخت تر شده واقعا خانومایی که خیلی خانومایی در واقع خوبی حالا خانم, خانم خوب معنی چیه خانم خوب خانومی که به مردش میرسه بله. دامیننت میذاره بله. مردش تصمیم بگیره اینا چیزایی که واسه مرد ارزش داره ولی الان دور زمونه جوری شده که یه سری خانوما همین انتظار رو از مردا هم دارن اونجوری می میدونی چی یعنی باشه ولی نباشه ببین نمیشه تو این بخوای سلام چطوری یادم داشتم منم یادم دیدم خیلی جدی میگفتم بعد دیدم حتما خوب باشه خراب شد ولی آره خلاصه که خانوما میخوان مردا دامنن آره مثلا مساوی باشه ولی خب اد سیم هم یکم طول میکشه تو بخوای می مرد و بخوای تغییر بدی یا اون چیزی که طبیعی بود عادت داشتن بهش میدونی چی میگم چون زنا خیلی الان تازگی یاد گرفتن اونا هم میتونن نه اون همون چیزا از یه مرد بخوان میدونی چی میگم یعنی همه چی 50 50 داره میشه و این یکم آره. باعث میشه برای مردا سخت تر بشه که من مش عادت کنن دو تا چیز میخوام راجع بهش بگم یکی اینکه خانومایی که, خوبن بله. تو این سناریویی که شما دارین میگی الان باید هم خانم خونه باشن بله. که مردا دوست دارن هم باید بیرون کار کنه بله. چون میگی دیگه همه زنا دارن بله. کارا رو میکنن. دیگه, دیگه مردا میگن یه کمکی هم برای جیب من میشه آره. این علاقی آه. داره به اون زنایی که فقط میتونن توی خونه بمونن اشغال کنن و یعنی مادر خوب باشن چون مادری کار سخت نیست کار آسونی هم نیست یه کاری که باید انجام بشه به نظر منم جز کارهای آسون دنیاست یعنی مثلا اگه 100 تا کار دادی واقعا ببین اگه خب رو نه. تو داری یه مادر چه خونه مثلا اوه مگه تا رفت سر کار اصلا خونه یه رنگ و بوی جدید گرفته بود غذاها رو اسکجول سبزیجات می‌خوردن خونه بود یا ب... بیرون بود کار چجوری بود من الان مهمه. 20 سال کار نکردم واسه ببین همین تو خونه میتونی مرد خونه باشی خب همین خب دارم میگم مثلا بیرون کار خب. می‌کنه نه نه چیزی که دارم میگم اینه که مرد ببین اونی که تو میگی مادری که میگی سخته تو داری با بهترین مادر تو فیلم ها مقایسه میکنی مادری که میشینه اونجا واسه خوش داره مشروب میخوره سن آره یازده صبح تیوی نگاه میکنه بچهش میاد میگه قضا چیه میگه برو کنفلیکس وعده آره باشی اون, مادر دیگه خوب خیلی فرق اون خوب. اکثر مادران خب درست. حالا میتونه یه دو تخمار باشه بندازی اینا ولی وقتی مثلا بچه خونه بود من میگفتم خب ساعتی که بیدار شد نیم ساعت اولش تو خونه چیل کنه میگم میتونم کامپیوتر نگاه کنم نه بعد ساعت ده مثلا میشد گفتم که ساعت ده باید بشینیم با هم یک ساعت نه یک ساعت دو صفحه ABCD پرکتیس کنی okay. که به بعد یه سبون رو پرکتیس میکرد بعد هم یازده باید یه وشتبال بخوری بعد گفتم که مثلا آپشن داری سیب بخوری هویج بخوری یکی انتخاب میکرد اونو میخورد بعد براش ناهارش رو حتما دید مثلا باقالی پلو عدس پلو میدونم که یه حبوباتی توش باشه ببین خیلی فکر شده و اینا یعنی از اینکه اعلان تو خونه بود من خیلی بهتر پرفورم میکردم درسته. به عنوان مثلا یه پرنت حالا دختر درسته. زنجی کاری ندارم چون این کار که من میکردم کیری آسون بود درسته یعنی من تو کاری نمیکنم ساعت ساعتی می کنم ساعت, ساعت بچه برفه تو هم گوش میدن دن مثلا خب همون دیگه نماره. من نمیتونم مسئول باشم چون تو مامان بدی هستی آره. به بچه یاد بدی که حرفتو گوش بده درسته می چون تو بچه شما بهشون بیشتر حال میدین <laughs> نه مثلا خا... ما در یکم بیشتر بهشون ولی مثلا نه اتفاقا اصلا چون من به النا میگم که النا من آردی بابا کیریم خب. احتیاجم تو رو همیشه نایس باشی یعنی اگه تو صحبتشون عصبانی میشی تو بهشون نگو چیزی درست چون من فقط با آدم بده باشم در این لول تازه دارم میگم همون دیگه با. از بهت حس... ازت حساب میبرن آره ولی به خاطر اینکه میشن باشون این کم تر به مادر چون مادر نایس منظورم این بود در واقع اشتباه گفتم <تصحصح> آره حالا اونم الناس من مادرم هم فک فامیل خودم دیدم بچه هاشون رو میزنن مادرم میزنن مثلا بابا همه جور آدم همه, هست, ولی من خودم به عنوان مرد که پدری کردم یا مثلا مادری کردم برای بچه هم واسه مثلا یه ماکه که الان یه داستانی بود یه ما هر روز ساعت هفت صبح خونه میزد بیرون هفت شب بر میگشت خب خونه دانتان رو داشتیم درست میکردیم تو رنویشن بود احتاج یکی بره صبح تا شب سر کار باشه منم کون گوشت هم تو الان دیگه این زحمت رو کشید رفت اونجا خونه افتاد دست من و شب که الان میومد خونه تمیز اتاق بچه ها تمیز جارو شده غذا خورده جو بشقابای شسته شده <applause> ماشین ظرفشویی هم خالی درسته خب النا الان سیستون خوش خونه ما سی درصد اونم نیست واسه من اونو واسه هم آسون بود آره. چون فقط برنامه ریزی و حساب کتاب میخواد درسته. حالا مادر و اکثرا برنامه ریزی بلد نیستن حساب کتاب بلد نیستن اونا دیگه به من ربطی نداره آره. آره. این مادری کار سخت نیست تو حاضری مادر باشی یا اینکه چیز رو تمیز کنی لوله های فازلا و وقتی میگیره مال شهر داری لوله فازلا دا، <maya> من گاه خوادم نیگه من مادری انتخاب میکنم any day نوپ نو به جونه یه بار برید تو اون به زیر سیفون من در میاد <تصفح> تموم شد نه اما با بچه میخوام چیکا؟ واقعا خیلی دوست دارم بچه رو میبینم مثلا همون از نه به اون کار زن بری خونه ای که مادری کنی تو شب بیا یا بری بشوی بشوری دیگه <applause> من باختم یه چرفی نمی بزن <applause> به خاطر اینکه اون بچه میتونه تو مخ باشه تا باید مثلا بچه داریم تا بچه هر بچه بچه های شما نه من باید قول میدم هر بچه بچه من, من میشه صد اصلا تربیته از... گوش بده ب... من... من ثابت من اینکه بخوام برم یکی مثلا من برم تربیت کنم یه بچه رو یا برم بهش برسم <applause> اگه قربم به بچه برسم بچه شاید بیادم باشه من آره دیگه نه بچه تخم می میرسی آره من شانس ندارم این بچه‌ای که اینجا دیدم پس بس رو بگم این خیلی برای آدینس شاید جا جالب باشه من پاشا رو دوستان دو سالگی دیدم درسته پس پاشا یه انسان بود دو سالی میکینگ کاملا کرکتر خوش داشت خب اوکی. پاشا از این بچه تخمی دیوونه ها بود که مثلا می اومد تو رستوران بشقا تو که دوش غذا بود و میگرفت <تصفح> میکوبی زمین تو صورت اینجوری بود اینجوری بود خب سلام چطوری میدونی النا به من چی گفت که من نمیتونم باور کنم تو دیدی پاشا چریختیه و هنوز میخوای با من دوست باشی <تصفح> چقدر ولی جالب خب برای که من گفت نهاش هاش گفتم چلنج اکسپتر حال میکنی ولی تو تو خوشت میاد نه فکر <تصفح> این شاخی بزنی بزنیشم شاخی روز همه این زمان درک که اولی که یادم دیدمش و گفتم که من میرم میخوابونم یعنی اولین باری که من و النا دیگه جدی شدیم با هم و اینا سر همون بود من میخوابونمش رفتم تو تخت گفتم برو تو تختش رفت تو تختش اومد پایین گرفتمش پرشکم تو تا. بعد این داستان از 9 تا 1045 اتفاق افتاد واه. من یک تا 45 تو اتاقش موندم بعد چه بعد اونم میدونم النه جابو چونه و خاکوزی یه تا چلمند رو بچه وقت گذاشتی تو عجب بابایی هستی گفتم <applause> <applause> یه سال چلمند وقت گذاشتم تا آخر اون پوینت رو فهمید آره فهمید که آقا وقتی بهت میگم برو تو داخل برو تو تخت در روز اول داستانینه آفرین بعد از دیگه تو الان خوشت میاد 8 سالش الان دیگه آره یعنی ببین چقدر آدم خوشه هر کی میبینه میگه پسر گل فلان واقعا واسه همین هر کی میتونه رو خوب تربیت کنه آره. واقعا بچه تربیت کنه واقعا و همون حساب کتاب و برنامه ریزی شده و آره ببین تکنیکلی یه بارم نمیشه آره. سر بچه داد بزنی نه. بی دلیل آفرین این و این تایم بذاری و حوصله داشته آره من بگی آقا من دلیل کاری دارم میکنم دلیل داره منطق داره بعد مثل ادالت باشین مثل واقعا بوز من خیلی خوشم میاد وقتی یه سریال رو میبینم با بچه‌هاشون مثل بزرگتر صحبت میکنن قبولید دارم مثلا اینطوری صحبت میکنن بچه بچه میفهمه بچه واقعا هوشش الان اونم بچه امروزه باید باشون از نظر من مثلا بزرگسالا صحبت کردن واقعا دارم میبینم بعد جواب هم میده جالبیش اینه آره. که ببین روز اول جواب نمیده ولی مم. یه روزی بچت بزرگ میشه حالا مثلا تو دو سالگیش بشه میتونه چهار سالگیش بشه میتونه سالگیش بشه تو نمیدونی کیه ولی یه روزی میفهمی که او وقتی هر روز یارو داره من میگه در بزن یعنی در بزن درست. بعد دیگه نمیخواد بشه آخر عمرش که خونه هر کسی هم بره در میزنه در تو باز میکنه بل. بعد مثلا من بچه که بود برای پاشا چیزای خیلی خفن و توضیح میدادم بعد الان میگه برای چی واسه پاشا توضیح میدی پاشا که نمیفهمه مثلا یه روزی میفهمه آره دقیقاً اون روزی که میفهمه یاد میگیره خورشید چه جوری روشنه 100 درصد میدونی چه جوری خورشید روشنه چرا خورشید میتابه چرا خورشید چیه اصلا یه سوال چرا چرا الان بحثو کش مثلا اصلا یه جای دیگه بود اصلا یه سوال کوچی خورشید مایه است جامده یا گاز هیچ کدوم چیه پس؟ مایه جامد جامد چیش تا همه چیه گفتی؟ یه سوال جهید هم گفتی هیچ کدوم جامد مایه به این من آمادگیشو نداشتم یه ما بحثو کشون چرا خورشید میتابه چرا نه خورشید یه چیزیه که نه جامده نوره. نه مایست نه گاز بهش میگم پلازما پلازما اوکی در حال انفجاره اینو لطفا پست نکن هیچ کدوم بعد نزدیک چیز گازه هیچ کدوم مایه جامعه جامعه چی میشد میشد <ık> سالد اوکی این قسمت رو لطفا پاک کنید این همون اولش میشه که شروع میشه شورتش تیک تاک من, من. من خیلی چت بودم من, من دیروز یاد گرفتم من پشمان میگید نه بابا من دیروز یاد گرفتم حق داشتی ندونی من فکر کنم فقط ست استیت فاکین جانه مثلا چهار میشه وجود داره هیچ کدام هیچ کدام هیچ کدام درست کفتی هیچ کدام درست بود تکنیک بعد که با جامد و مایه بعد فکر کردم اشتباه گفتم و اگه میگفتی گاز و مایه باز مثلا چیز دیگه چون رفتی از جامد و مایه منظور که اصلا من داری خوب نمیتونم صحبت کردم Hello هالو از می لوکی فور هالو اسد می فرشته واسه آهنگ خونده آره فرشته ماشاءالله رو هم رستم کردم توستم کرد حالا چیزای دیگه هم تو میکنه الان آره بعد برام, برام دیگه آهنگ خوند و برای همون آهنگ که برای همه میخونه مسلما دیگه ارز کنم که خلاصه که آره خودش رو دید دیدیمش این, این بده این بده واقعا این بده خلاصه که آره دیگه خب آقا خلاصه دمتون گرم مرسی از شزیزی عزیز که اومد اینجا امروز اسم آرتیسی وسط موموکو ساخت رو هوا آره من خواستم خب آلبومت بیاد, بیاد بیرون گوش بدم خیلی خوب اسمت آره <تصف> <تصف> شزیزی خیلی خوبه شزیزی واقعا خیلی قشنگ گفت واقعا من بزن... اسم بذنام سهیل با شزیزی عزیزی فکر کنم یه کاراکتر ماری که اونا نمی‌شناسن آره نه من موافقم <applause> 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 چه چل جوری مش عزیزی تا را نمیشنافت آره شع عزیزی شع عزیزی نیو فیس ولی اسم خودت هست شهرزاد هستی شهرزاد هستم بله یعنی تو شع عزیزی صدا میکنن آره قاادت عقده‌ای بودنا کجایی ما شهرزادم نه من تا فقط در واقع من بچه خوزستانم من تو شهر بندر خوزستان بودم اون <تصفح> هر دو, دو شهرش بود دیگه. <تصفح> تو شهرش بودی تو شهرش تهران. <تصفح> یک ماه هم بوده بعد اومدیم تهران بودم <تصفح>. آره. آره اصلا به بس تهران بزرگ شدی آره اصلا کلا یک ماهه بودم با من تصمیم گرفتن من تو ونک به دنیا آمدم یا آره ما تو مرکز خرید ونک مغازه داریم یعنی سر نبشیش من خدا. من تو ونک به دنیا آمدم تو زفر بزرگ شدم تو فرشنه ریتاری شد به به یعنی... جای خوبی جای خوبی سقوط کردی یعنی سقوط چی میگن آخر فرشته. راه آره. آخر راه آره. استارت فروم دو من ما که نمی فهمیدم من هر جور ناراحت بودم ولی <laughs> 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 ظفر دوزی بودم از ونک که رفتیم زفر همون سالی هم بود که من مدرسه از دبستان رفت را به راهنمایی oh, okay. بعد دبستان هم تو ونک بود <laughs> در... در... راهنمایی توی زفرانیه oh, okay. بعد که رفتیم زفر من تمام دوستان مال فرشته و زفرانیه بودن بعد منم دیگه از صبح که چشم باز میکنم میرفتم اونجا آخر شب یا چندین روز اونجا بودم فقط شب شب بکشم خونه میخوابیدم مثلا هر کی تو زفر میبینم مثلا میگه اه مال اون سالی مثلا محمد جوادی رو میشنستی <تصحیح> نه یه بابا همه بچه من نمیشنستم من, نمی من <تصحیح> مثلا محمد جوادی فرشتر رو میشنستم خواسته این زفرم دوزدیه ولی دیگه زفرم ولی همه رو یادم رفته میموری میگم نمیدونم چه آدم رو آره آره بابا اون که محمد جوادی وجود نمیدونم حالا یه محمد جوادی میره شکایت میکنه است من گفتم آقا جون جوادی شد بوب کن جوادی زیاد زیاد داریم جوادی زیاد پس محمدش بوب کن محمد و امیر و جوادی نه من کلا دو سه تا از دوستام مثلا از دوره دبستان و اینا دارم کی رفتی اون آخرین با من 2016 رفتم دو هفته بمونم شش ماه موندم خیلی, خیلی, حال میده آره ایران اینجا کار و خونه زندگی همه لشن خیلی خوبه وای آدی بهترین برنامه رو رفتم با دمه فوق داده خفن خیلی حال داد همه لشن خوده این. ببین من فقط میشستم تو ماشین مثلا دوبی میکشیدیم با کازین هم میرفتیم مثلا ساعت 6 هم از دوازده شب فقط درایو میکردیم فقط میکشیدیم می و غذا میخوردیم کره این که دوازده رسانه می‌بنده خیلی دوزدیه آینو بود و می‌رفتیم ما مثلا من تازه بعدش میافتیم لبو و اینجور چیزا رو میگرفتیم و بیار... من اونا رو بدن جواد بدم اونا رو بدن نمیکردن وای خیلی حال میداد آره اونا هم زود میرفتن اومدی بیرون از مهمونی جوینت لب دهنه بگو آره. من گشتم برای یه جا یه جا بعدم با فقط بعد تا دو وایسیم بعد باز شد کله پاچه و کینم آره کله پاچه, پاچه مغزا ولی من خیلی دوست دارم مغز زبون وای من خوشگوشت و خواهک او oh مای گاد میرفتم اینا 15 تا سیخ اگه کسی در ونکوور اینجا عزیزان دل جایی رو میشناسه که خوشگوش و خوک داره به من بگه من خیلی دوست دارم وای خوشگوش خیلی کرده بود چقدر ببین نمیدونم کجا داره اینجا ببین بیمو بزنی وای با یه داره مغازه بود. بود. تو تجریش خب فکر کنم منم همونو میرم بعد این رو تو بازار بود یه مغازه کوچیک داشت اینکه منو یکی از دوستام حامد دمشقم اون اون موقع از من مثلا یه سانت قدش بلندتر بود بعد من اون موقع هفتاد کیلو بودم اون صد بود او خب یه قولی بود بعد من اون با همین رفتیم اونجا این یارو جیگرکه ما رو که میدید بلند میشد تم به مرگ ما من هم راست میگم تمام جنسی رو که خوک خوشگوش جیگر قلوه دل, دل هرچی که تو یخچالش بود و ور میداشت می گاز شروع کرد خوب کردن آی امروز جیگر داریم بابا دور دو آن وای کم وید بابام دیروز گرفته بود روزگار اره آره باربیکیو میکنیم من یادم نبود شب آخ جون و معنی هشتک هست آره هشتک خوشگوش خوشگوش خواهر پس من باید برسونم خونه حتما آره نه نمیام بالا نه که چون نگفت یه بالا نه نه نمیام نه نمیام نه جلو درم بابا هم باربیکیو میکن بابا بابا جاتون خالی حالا دفعه بعدی شالا دمت گم در صورت برای این اپیسود و برنامه که قرار در آینده مرسی بکنیم مرسی از شما من اولین روزم بود یکم پت 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 آره پت پت دوربین بیاد یه خورده کامنت هم بخون چت بودم حالا ان شاء الله که ببینم بعد <تصفح> <تصفح> ببینم <برسنين تصفح> من پایین خواستم صورتتو ببینم من هر روز ببینید اصلا ایشونه آره ایشونه تا حالا فقط اینو می‌دیدم تو حال غمه نگو ما بچه ها مغزشون خرابه آره دی مطمئنم که بچه ها مغزشون به اونجا رسیده قبل از اینکه ما چیز الان ها صدا میشنم نمی گروه ما چقدر ببرید خلاصه امیدوارم لذت برده باشید یعنی میگم حالا اپیزود اول بود زبونم یکم فردا دیگه یا هفته دیگه بهتر میشم میبینم اتون درمتون گرم خدا